سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما مقاله امروز میپردازه به این فکت که آیا یک کالری از هر ماده غذایی واسه بدن ما یک کالری حساب میشه یا اینکه نه. ما میخوایم در این مقاله بپردازیم به این مسئله که آیا اگر ما یک کالری از هر ماده غذایی رو استفاده کنیم، آیا اثر و تأثیر یکسانی بر بدن ما داره یا اینکه نه. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدای رو بیان میکنه که اگر بخوایم از دید ترمودینامیکی و از دید این علم به این مسئله نگاه کنیم، واقعا یک کالری هست. اما قبل از این که بخوایم این توضیحات و این مسئله رو بررسی کنیم، باید یک سری توضیحات در مورد این که یک کالری عملا چگونه اندازه گیری میشه باید بیان کنیم. به مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش دمای یک کیلوگرم آب به اندازه یک درجه سانتیگراد رو یک کالری مینامند. و اما مقاله از همین ابتدای صحبت میاد این مسئله رو کاملا روشن میکنه و این توضیح رو میده که وقتی که صحبت از سلامتی بدن ما میشه، یک کالری واقعا یک کالری حساب نمیشه واسه بدن ما و این مهم هست که از چه ماده غذایی شما دارید استفاده میکنید. پس جواب مقاله ما در اصل این هست که یک کالری واسه بدن ما یک کالری حساب نمیشه و این فکت علمی واسه بدن ما کاربردی نداره. و اما اگر بخوام یک سری مثال ها رو بیان کنیم، بعد این رو بگیم که برخی آزمایش ها و مطالعات انجام شده بر رژیم غذایی یک سری از افراد. در رژیم غذایی این افرادی که مورد تست قرار گرفتن، با میزان پروتئین و کربوهیدراتی که دریافت می‌کردن یک جورای بازی کردن دانشمندهای ما و در آزمایش ما میزان پروتئین اون رژیم غذایی بسیار بالاتر از کربوهیدرات بوده. خب در این افراد میزان کاهش وزن بیشتر بوده، چرا که پروتئین بیشتر داشتن دریافت می‌کردن. پس اگر همچین فکت علمی درست بود و واسه بدن ما صادق بود، بعد کاهش وزنی داخل این رژیم غذایی نسبت به اون افراد که همین میزان کالری رو داشتن دریافت میکردن اتفاق نمیافتاد. پس این فکت علمی واسه بدن ما چندان کاربردی نداره. و اما اگر تا اینجا خوندن مقاله این مسئله رو روشن کرد، پس چه دلیلی داره که از اینجا به بعد مقاله رو ما بیایم بخونیم؟ در اینجا ما میخوایم دلیل این کار رو بیان کنیم. و اما مقاله این رو بیان میکنه که ما و متخصصهای تغذیه میدونیم که عوامل زیادی بر اون کالری که داریم دریافت میکنیم اثرگذار هستن. و ما میخوایم از اینجا به بعد مقاله به این موضوع بپردازیم و این موضوع رو یک خورده بازتر کنیم تا شفافتر بشه واسه ما که از چه مواد غذایی چه میزان و چه مقدار کالری رو دریافت کنیم. و اما در اینجا مقاله این توضیح رو میده که اون شمیدانی که این واحد اندازه‌گیری رو یک جورای ابداع یا اختراع کرد، به دنبال این بود که بفهمه غذاهای مختلف چه مقدار انرژی رو در درون خودشون ذخیره کردن. خب اون به دنبال این بود که بتونه این مقدار اندازه‌گیری و یک جورایی ثبت کنه. واسه این کار اومد اون مواد غذایی رو یک جورایی سوزوند که بتونه اون مقدار انرژی رو یک جورایی اندازه‌گیری و ثبت کنه. پس این مبنایی بود واسه این که این واحد اندازه‌گیری یا همون کالری به وجود بیاد. اما ما در اینجا میدونیم که اون مقدار انرژی که از این آزمایش به دست میاد متفاوت هست با اون مقدار انرژی که ما از طریق بدن خودمون داریم جذب میکنیم. پس نیاز هست که یک واحد اندازه‌گیری دیگه هم ابداع بشه و در کنار کالری قرار بگیره. ما میدونیم که به دنبال اون انرژی هستیم که به صورت خالص داریم از یک ماده غذایی توسط بدن خودمون جذب میکنیم. پس نیاز هست یک تفاوت بین اون مقدار انرژی که داریم از طریق غذا جذب میکنیم و اون مقدار انرژی که داریم از طریق مدفوع و ادرار خودمون دفع میکنیم اندازه گیری بشه تا بتونیم این انرژی خالصی که داریم جذب میکنیم رو به دست بیاریم که یک جورای این مقدار و این عدد تکمیل کننده اون واحد اندازه گیری همون کالری هست. و اما در اینجای مقاله میاد یک تئوری و یک نظریه رو بیان میکنه که ما در ادامه مقاله میخوایم به اثبات این نظریه یک جورایی بپردازیم. مقاله این رو بیان میکنه که اون چیزی که شما دارید مصرف میکنید و میخورید بر میزان انرژی که بدن شما داره هزینه میکنه اثر میذاره. پس اگر شما دو ماده A و B رو داشته باشید، مصرف هر کدوم از این مواد اثر میذاره بر اون میزان انرژی که شما میخواهید مصرف کنید و یک جورایی داره تحریک میکنه اینکه کدوم از این مواد رو استفاده کنید. و اما مقاله واسه اثبات این تئوری و این نظریه میاد دو
آزمایشی که انجام شده رو مثال میزنه. مقاله این مثال رو میزنه که زمانی که افرادی که رژیم های غذایی داشتن که کربوهیدرات کمتری مصرف میکردن، یک جورای رژیم غذایی گرفته بودن که کم کربوهیدرات بوده، به مقدار 300 کالری بیشتر میسوزوندن. پس این نشون میده که رژیم های غذایی کم کربوهیدرات یک جورای انرژی بیشتری مصرف میکنه واسه بدن ما. و اما اگر بخوایم طرف مقابل این رژیم های غذایی رو نگاه کنیم، رژیم های غذایی که پرچرب و پر کربوهیدرات هستن، اگر ما استفاده کنیم، بدن ما طبق آزمایش هایی که انجام شده انرژی کل کمتری مصرف میکنه. و اما همه این دو آزمایش رو ما بررسی کردیم تا برسیم به این آزمایش نهایی و این نکته نهایی، و اون همین هست که در همین آزمایش زمانی که مصرف پروتئین اون افراد رو بین 30 تا 35 درصد از درصد اون ماده غذایی که داشتن استفاده میکردن افزایش دادن، نشون داده این آزمایش که بدن اون افراد انرژی بیشتری میسوزونده. پس این مهم هست که پروتئین بیشتری در اون رژیم غذایی وجود داشته باشه. و اما اگر بخوایم نتایج این آزمایش ها رو از طریق اعداد بررسی کنیم، بعد این رو بگیم که رژیم های غذایی که پر کربوهیدرات و پر چربی هستن، هر دو باعث افزایش 4 تا 8 درصدی مصرف انرژی بدن ما میشن. و اما این در حالی هست که اگر رژیم های غذایی که پر از پروتئین هستن رو استفاده کنیم، باعث میشه که افزایش 11 تا 14 درصدی مصرف انرژی بدن بشه. و دلیل این مسئله هم این هست که بدن راه سختری داره واسه تجزیه پروتئین، پس در نتیجه به انرژی بیشتری داره که بتونه اون پروتئینی که شما دارید دریافت میکنید رو هضم کنه یک جورایی. خب به این اثری که بر میزان انرژی که بدن ما داره مصرف میکنه واسه هضم یک ماده غذایی، اثر حرارتی اون ماده غذایی میگن و به عنوان یک پارامتر در مسائل تغذیه‌ای بررسی میشه. و اما در بین متخصص های تغذیه یک شاخص دیگری در مواد غذایی هم هست که مورد توجه قرار میگیره. و اما این شاخصی که ما داریم در اینجا بیان میکنیم به این مسئله میپردازه که اون ماده غذایی که شما دارید مصرف میکنید به چه سرعتی و در چه مقداری سطح گلوکوز خون شما رو افزایش میده. اما چرا در اینجا سطح گلوکوز خون ما مهم هست؟ دلیل این هست که افزایش گلوکوز خون ما باعث افزایش ترشح انسولین میشه. خب انسولین بر انرژی و ذخیره انرژی اضافی بدن ما به صورت چربی اثرگذار هست. پس نیاز هست که این شاخص هم در مورد مواد غذایی بررسی بشه. و اما اگر بخوایم چند تا مثال هم واسه روشن‌تر شدن موضوع بزنیم، مواد غذایی مثل برنج سفید، کیک، کلوچه، چیپس، همگی داخل این پارامتر سطح بالای از گلوکوز رو در خون ما ترشح میکنن. و از اون طرف هم مواد غذایی مثل سبزیجاتی که به رنگ سبز رنگ هستن، فلفل، قارچ و حبوبات، همگی در این پارامتر مقدار پایین‌تری رو دارن و طبق آزمایش‌ها نشون میده که اون موادی که در این شاخص و این پارامتر میزان کمتری رو دارن، برای تنظیم سطح قند خون ما مفیدتر هستن. حالا صرف نظر از اون میزان کالری که ما داریم از اون ماده غذایی دریافت میکنیم. و اما مسئله دومی که واسه اون مواد غذایی که میزان بیشتری از گلوکوز رو در خون ما یک جورای تزریق میکنن وجود داره، این هست که یک اثر لذت بخش و اعتیاد آوری رو به ما اضافه میکنن. به عنوان مثال، و زمانی که شما از آب نبات ها یا نان سفید استفاده میکنید، میزان بیشتری از گلوکوز رو در خون خودتون یک جورایی تزریق میکنید و این باعث اعتیاد آور شدن اون ماده غذایی میشه و این باعث میشه که شما یک جورایی نتونید اون ماده غذایی رو کنار بذارید. و اما یک نکته که مقاله اشاره میکنه این هست که همیشه اون فیبر مواد غذایی که ما استفاده میکنیم مهم هست، گرچه خیلی کم بهش پرداخته میشه. باید به این نکته هم اشاره کنیم که فیبر توسط بدن ما نمیتونه هضم و استفاده بشه، پس در نتیجه بدن ما نمیتونه از فیبر موجود در مواد غذایی استفاده کنه واسه سوخت ساز بیشتر. اما ما میتونیم از مواد غذایی که فیبر بیشتری دارن استفاده کنیم که یک جورای خودمون رو سیر کنیم، بدون اینکه بتونیم یک انرژی اضافی رو به بدن خودمون اضافه کنیم. پس از این جهت فیبرها هم مهم هستن. و اما اصطلاح بعدی که مقاله بهش اشاره میکنه، اصطلاح کالری خالی هست. کالری خالی اشاره داره به مواد غذایی که حداقل ارزش غذایی رو دارن واسه بدن ما، اما در مقابل بیشترین میزان کالری رو
به بدن ما اضافه میکنن. به عنوان مثال مثل شکرهای سفید، مثل نوشابه ها، مثل میان وعده های فراوری شده ای که ما در طول روز از اونها استفاده میکنیم. خب کمترین میزان و ارزش مادی غذایی واسه بدن ما رو به ارمغان میارن، از اون طرف بیشترین میزان کالری رو واسه بدن ما تزریق میکنن. در مقابل ما میتونیم از مواد غذایی به عنوان مثال استفاده کنیم که فیبر بالایی دارن، مثل مواد غذایی مثل اسفناج، سیب زمینی یا لوبیا. خب این مواد غذایی فیبر بالایی دارن، پس واسه بدن ما مفید هستن، اما به نسبت کالری خیلی پایینتری رو دارن. و اما نکته بعدی که مقاله بهش اشاره میکنه این هست که ما نباید کالری های خالی رو واسه بدن خودمون خونسا بدونیم. حتی متخصص های تغذیه به کالری خالی کالری مضر هم میگن و دلیلش این هست که تأثیر منفی بر سلامت بدن ما داره و یک جورای بیشترین سهم رو در افزایش وزن ما این کالری های خالی ایفا میکنن. و اما در ادامه مقاله به این نکته اشاره میکنه که این غیر قابل انکار هست که ما واسه کاهش وزن خودمون باید تفاوت کالری که داریم مصرف میکنیم تا اون کالری که از طریق ورزش کردن یک جورایی داریم میسوزونیم رو اندازه گیری کنیم. اما بیایم خودمون رو گول نزنیم و یک جورایی با خودمون صادق باشیم، چرا که وزن در سلامت و طول عمر ما اثر داره، اما این پارامتر کاهش وزن نمیتونه به تنهایی یک جورایی تضمین کننده سلامت بدن ما باشه. و این درست هست که برخی رژیم های غذایی که بیشترین میزان پروتئین رو در خودشون جا میدن در کوتاه مدت واسه کاهش وزن بدن ما مفید هستن، اما ما میدونیم که اون افرادی که در مناطق زندگی میکنن که بیشترین میزان عمر رو دارن رژیم های غذایی رو انتخاب کردن که عمدتاً بیشترین میزان گیاهی بودن رو در خودشون جا دادن و یک جورای رژیم های غذایی گیاهی هستن و عمدتاً در این رژیم های غذایی پروتئین های حیوانی به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا کردن یا حتی حذف شدن. پس یک جورای واسه بدن ما رژیم های غذایی گیاهی تضمین کننده بهتری هستن واسه طول عمر و سلامت بدن ما. و اما در ادامه مقاله اشاره میکنه به یک نکته دیگه. مقاله این رو بیان میکنه که اکثر افرادی که در مورد رژیم های غذایی دارن صحبت میکنن این تفکر رو دارن که کربوهیدرات ها عامل چاقی افراد چاق هست، اما ما باید در اینجا این نکته رو روشن کنیم که دسته های مختلفی از کربوهیدرات ها وجود داره و به صورت کلی ما به دو دسته مختلف اونها رو تقسیم بندی میکنیم. دسته اول میشن همون نان هایی که از آردهای تسلیه شده به عنوان مثال استفاده میشه، مثل پاستاها و شیرینی ها. این دسته از کربوهیدرات ها واسه بدن ما آنچنان مفید نیستن. اما دسته دوم و کربوهیدرات هایی که در مواد غذایی مثل سبزیجات ها و میوه ها یافت میشه، اینها واسه بدن ما مفید هستن و عمدتا رژیم های غذایی گیاهی که سرشار از پروتئین های گیاهی و کربوهیدرات هایی که عمدتا در سبزیجات ها، میوه ها و آجیل ها و حبوبات یافت میشن، این رژیم های غذایی یک جورای سالم ترین رژیم های غذایی واسه بدن ما و طول عمر ما هستند. و اما در انتها مقاله به این نکته اشاره میکنه که اکثر رژیم های غذایی غربی به این صورت هستند که میزان کالری که شما دارید مصرف میکنید به مقدار خیلی زیادی افزایش پیدا کرده، اما در همون زمان کیفیت کالری که شما دارید دریافت میکنید به مقدار چشمگیری کاهش پیدا کرده و این باعث میشه که پاسخ انسولینی که بدن شما به اون غذایی که دارید مصرف میکنید میده تفاوت پیدا کنه. پس در نتیجه میزان بیشتری از کربوهیدرات ها به توده های چربی در بدن شما تبدیل میشه. و اما اگر در انتها بخواید یک نکته رو به عنوان جمع‌بندی در ذهن خودتون قرار بدید، بعد این نکته رو توجه کنید که به جای اینکه بر کالری شماری تاکید کنید و کالری مواد غذایی خودتون رو به صورت مداوم شمارش کنید، بر کیفیت کالری که دارید مصرف میکنید تاکید کنید و کیفیت غذاهای خودتون رو ارتقا بدید. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.